سلام. به برنامه تحول با من عبدالعزیز سخی‌زاده خوش آمدید. وزیر خارجه امریکا از حکومت و مخالفان سیاسی پاکستان میخواهد که مطابق قانون اساسی این کشور عمل کنند. انتونی بلینکن میگوید که اوضاع در پاکستان را زیر نظر دارند. وزیر خارجه بریتانیا نیز پاکستان را از شریکان مشترک المنافع این کشور خواند و از طرفها خواسته که حاکمیت قانون را رعایت کنند و هشدار داده که ادامه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور مشکلاتی را پیچیده‌تر خواهد کرد. همزمان حامیان خشمگین عمران خان وارد مقر اردوی پاکستان در راولپندی شده و خانه قمندان قل اردوی لاهور را به آتش کشیدند. در این حال رهبران حزب تحریک انصاف اعتراض را حق مردم دانسته و از هواداران این تحریک خواستند به جاده‌ها بیرون شوند. در این مورد با مهمانان که از پاکستان و اینجا در استودیو با ما هستن بحث میکنیم. پیش از آن گزارش داریم میبینیم. اوضاع آشفته و بی‌ثبات سیاسی پاکستان پس از بازداشت عمران خان توسط پلیس. ساعت پس از بازداشت عصر دیروز عمران خان، ده ها هزار هوادار حزب تحریک انصاف در اعتراض به این اقدام حکومت شب را در جاده ها سپری کرده و علیه مقام های حاکم و اردوی پاکستان شعار دادند. حامیان خشمگین عمران خان با طلوع خورشید وارد مقر اردوی پاکستان در راولپندی شده و خانه قماندان قل اردوی لاهور را نیز به آتش کشیدند. اعتراض ها تنها در لاهور و راولپندی محدود نمانده، بلکه دامنه آن به اسلام آباد، کراچی، کویته، پشاور و دیگر شهرهای این کشور نیز کشانیده شده است. از مردم می خواهم به جاده ها برآمده و اعتراض خود را علیه حکومت اعلام کنند. عمران خان خط سرخ ماست. اگر به او آسیبی برسد ما بر هیچ کس رحم نخواهیم کرد. عمران خان را گرفتار کردند. حال از سایر شهروندان پاکستان که طرفدار حق هستند می خواهم آواز خود را بلند کنند. اگر امروز مانع آنها نشویم، فردا فرزندان شما را هم بازداشت و زندانی می کنند. هر آنچه امروز در پاکستان اتفاق می افتد، مسئولان شهباز شریف و رنا سناولا و تمام اعضای حزب مردم و ائتلاف حاکم است. معترضان افزون بر ملکیت های دولتی، بعض ملکیت های شخصی و دو دفتر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را نیز آتش زدند. شاهراهای اصلی در تمام پاکستان مسدود است و سیستم ترانسپورتی به هم خورده است. شبکه های مخابراتی قطع شده و تلفن همراه کار نمی کند. رهبران حزب تحریک انصاف اعتراض را حق مردم دانسته و از هواداران این تحریک خواستند به جاده ها بیرون شوند. بازداشتی که صورت گرفته بر اساس قانون نبوده، ما با وکلا صحبت کردیم و محکمه را در این خصوص پاسخگو خواهیم کرد. اعتراضات سیاسی حق ماست و مطابق قانون صورت میگیرد. ما به اعتراضات و نیز تلاش برای رهایی آقای خان ادامه میدهیم. امروز در تمام پاکستان اعتراضات دنبال خواهد شد و خواست من از مردم این است که اعتراض حق قانونی شماست، آن را ادامه دهید، اما قانون را نقض نکنید. دولت در تلاش بهانه است تا علیه تحریک انصاف اقامه دعوا کند. این فرصت را به آنها ندهید. ما در کنار عمران خان می ایستیم. وزیر داخلی پاکستان اما ساعت پس از بازداشت عمران خان در نشست خبری آقای خان را به اختلاس مالی و خیانت در دارایی‌های ملی متهم کرد. قانون که مطابق آقای خان به اختلاس مالی 190 میلیون پوند از دارایی‌های خانواده ملک ریاض و ضربه زدن به دارایی ملی در قضیه بنیاد خیریه القادر و نیز فروش هدیه‌هایی که در زمان صدر اعظمی خود دریافت کرده بود متهم است. احتجاجی نمیشویدی مرگ جو بلو میشویده، لیکن چون که پاکستان کے پا انٹرنیٹ هم محدود شویده او پا ٹویٹر رو فیس بک او یوٹیوب بنده بنده هم لگه دره ده شویده تلفات هم پاکستان، زخمیان هم پاکستان، گانشمیر در پی ٹی آئی دا خبر پیجداری کسان نیولی شوی هم دی. وزیران خارجه امریکا و بریتانیا از حکومت و مخالفان سیاسی پاکستان میخواهند مطابق قانون اساسی این کشور عمل کنند. ما از اتفاقی که در پاکستان افتاده است آگاه هستیم و آن را دنبال میکنیم
و می خواهیم مطمئن شویم که هر آنچه در پاکستان اتفاق می افتد با حاکمیت قانون و با قانون اساسی مطابقت داشته باشد. بریتانیا روابط دیرینه و نزدیک با پاکستان دارد. ما شرکای مشترک المنافع هستیم. ما می خواهیم شاهد دموکراسی صلح‌آمیز در آن کشور باشیم. ما می خواهیم شاهد رعایت حاکمیت قانون باشیم. هر گونه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد و ما انتظار داریم همه چیز از طریق صلح‌آمیز و در مطابقت با قانون حل و فصل شود. عمران خان 70 ساله عصر دیروز در حالی که در جلسه رسیدگی بعد ها دوسیه اتهام در محکمه حضور یافته بود توسط پلیس بازداشت و به اسلام آباد منتقل شده است. باید ما باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانان بس آقای عبدالواحد حکیمی استاد پوانتون که اینجا در استودیو با ما هستند بس میکنیم. آقای فرهاد ابرار آگاه روابط بین الملل از پاکستان با ما تا چند دقیقه دیگر خواهند پیوست. آقای حکیمی دوست دارم بس را با شما آغاز بکنم. اوضاع سیاسی پاکستان را چگونه تحلیل میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم و خدمت آقای ابرار که قرار است بعداً با ما بپیونده. هر شبه که پاکستان از شک وجود نداره که دوچار یک بحران سیاسی و اقتصادی شده و این بحران اقتصادی و سیاسی که در پاکستان فعلا وجود داره نتیجه کار یک شبه و یک روزه نیست، بلکه از گذشته های دور زمینه ها و مقدمه چین بحران فراهم شده بود و امروز پاکستان وارد این بحران شده. اما قسمی که میبینین در پاکستان بیشتر از آن که سیاستمداران تصمیم گیرنده باشه، ارتش، اردو و نهاد استخباراتی پاکستان بیشتر نظارت بر وضعیت داره و تصمیم گیری از به دست نهاد استخباراتی و یا اردوی پاکستان هست. از جانب دیگر در نظر داشته باشیم که در شرایط کنونی بحران پاکستان، بحران اقتصادی و سیاسی پاکستان به نام کسی به نام عمران خان گره خورده و عمران خان همه قسمی که شما میدانین سابقه ورزشی داره و تقریبا 27 سال پیش وارد سیاست در افغانستان شد و با پایه‌گذاری تحریک به نام تحریک انصاف خواست در سیاست و حکومت در پاکستان داخل باشه. بعد آقای عمران خان در یک فرایند انتخابات مملو از تقلب و در یک روابط بسیار تنگاتنگ با نهاد استخباراتی پاکستان وارد قدرت شد که در امو زمان هم اما و اگرهای از دخالت نهاد استخباراتی و ارتش در مورد انتخابات وجود داشت. بعد در یک فرایند یا روند پیچیده آقای عمران خان از قدرت برکنار شد. پیچیده به این معنا که خود آقای عمران خان آمریکا را متهم به دخالت در کنارگیری یا برکناری و از قدرت کرد و حکومت پاکستان آقای عمران خان را متهم به فساد اداری کرد و صاحب نظران سیاسی بیشتر تقابل وی در فرایند نظام سیاسی و حکومتداری با اردو را باعث برکناری آقای عمران خان از سیاست کرد و به این اساس است که امروز ما میبینیم که پاکستان وارد یک بحران بسیار شدیدی سیاسی و اقتصادی شده. البته این یک اولین بار نیست. شما در گذشته میبینید هر کسی که در پاکستان در سیاست و قدرت شریک شده و وارد سیاست شده سرنوشتی بهتر از عمران خان نداشته. حتی کسانی بوده در پاکستان که بعد از یک دوره حکومت دوباره به زندان رفته و حتی اعدام شده و کسایی بوده که به زندان رفتن برگشتن و دوباره به زندان رفتن. این شاید کمتر کسی در سیاست و حکومت در پاکستان بوده باشه که بدون هیچ گونه منازعات سیاسی و بدون هیچ گونه تجربه پشت میله های زندان را به سیاست خود ادامه داده باشه. اکثر رهبرانشون فعلا در دبی است که بیشتر لقب بهشت رهبران فراری مشهور است. ما میخوام بدونم که باورها به این است آقای حکیمی، تمایل عمران خان به سیاست های روسیه باعث شد که از قدرت کنار زده شده شود و اوضاع سیاسی و حکومتداری در پاکستان خراب شد؟ خب یکی از باورها همین است. بله، زمانی که نه تنها روسیه، پاکستان یک شریک بسیار نزدیک استراتژیک چین هم هست. یک مسئله چین یک قدرت اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه برای آمریکا به شمار میره. بعدا
با بحران اوکراین و وارد شدن روسیه در عرصه نظامی، روابط نزدیک عمران خان با روسیه باعث شد که بتانه عمران خان با یک همچون مشکلی دست و پنجه نرم کنه. این یکی از مسائل های هست که البته کل در مسائل اجتماعی و سیاسی عوامل واحدی وجود نداره، بلکه عوامل متعددی وجود داره که بتانه همچون بحران ها رو پدید بیاره. یکی از عوامل که تانسته تقابل عمران خان را با ایالات متحده آمریکا و قدرت بزرگ در منطقه رقم بزنه، نزدیکی آقای عمران خان با روسیه و با همچنین با چین و حتی در برخی از معادلات سیاسی منطقه‌ای هم آقای عمران خان دخیل شمارده شده. به این اساس است که ما می‌بینیم که امروز عمران خان با یک چالش بزرگ در پاکستان مواجه است. البته فراموش نباید کرد که سیاست و حکومت در پاکستان تقریبا خانوادگی شده و کسایی که امروز در پاکستان بالای قدرت و چوکی قدرت تکیه زدن، اینا کسایی نیستن که یک باره وارد اکثریت از اینها سابقه بسیار طولانی و قربانی دادنهای بسیار زیادی به سیاست و قدرت و شریک بودن در نظام سیاسی را ادامه دادن. تشکر آقای حکیمی، سپاسگزار به شما. برمیگردم آقای ابرار هم از پاکستان با ما وصل هستن. ابرار صاحب شما هم خوش آمدید میگم به برنامه تحول. چه میگذره در پاکستان؟ اوضاع سیاسی و حکومتداری در پاکستان چگونه است؟ موارد تازه که اتفاق افتاده باشه. سلام، وقتتون بخیر. همین قسمت از میهمانانتون و بینندگان عزیزتون بخیر. ما اجازه بدین که در نخود چند تا مسئله اینجا یادآوری کنم و به لحاظ تاریخی هم بحث ارتش آیسای و همین قسم کودتاها و بحران سیاسی در پاکستان به پردازم و بعد و پرسوش پاسخ شما بیایم. من میتونم پاکستان به این یکی از کشورهای مطرح کنم. البته این میتونه یک دیدگاه جمعی هم برای کسایی که در مباحث و امور به تحلیل میپردازن باشه که پاکستان به عنوان کشور کودتاها مشهور است. از زمان پیدایش یا شهرگیری پاکستان در 1947 تا کنون که 2023 است، در پاکستان بارها کودتا صورت گرفته. در هر کدام از این کودتاها یا ارتش به گونه مستقیم دخالت داشته و حکومت در پاکستان را اعلان کرده، حکومت نظامی شکل گرفته، یا ارتش به گونه غیر مستقیم به حمایت از افراد در این کشور پرداخته و در حقیقت یک حکومتی که به حمایت ارتش و ایسای با وجود آمده و شکل گرفته. اگر اجازه بدین، از زمانی که قائد اعظم یا کسی که پاکستان در حقیقت بنیانش گذاشت محمد علی جنار که در 1947-48 حکومت را به دست میگیره تا سالهای 1958 مورد ارزیابی قرار بدین، در این زمان در حقیقت پاکستان کم کم وارد بحران سیاسی میشه، چون زمان شکلگیری است و مراحل آغازین حکومت داری در پاکستان میباشد. بنان زمینه به خاطر دخالت بیشتر ارتش در حکومت و همین حکومت داری و همین قسم امور اقتصادی و امور اجتماعی سیاسی بیشتر میشه و در همین زمان است که در حقیقت جنرال ایوب خان قدرت در پاکستان را به دست میگیره و اولین حکومت نظامی در پاکستان شکل میگیره. و بعد این حکومت تا سالهای 1965-69 ادامه داشته باشه، اما در جنگی که در سال 1965 میان هند و پاکستان شکل میگیره و پاکستان شکست میخوره و بخشی از امتیازات سیاسی به هند داده میشه، یک بخشی از کشمیر هندوستانی ها تسلط پیدا میکنند. این در حقیقت سبب میشه جنرال یحیی خان در سال 1969 حکومت دیگر نظامی را اعلام کنه و کودتا شکل بگیره. اما یحیی هم در سال 1970 یک زمانی که پاکستان شرقی از بدنی پاکستان جدا میشه و در کنارش بنگلادش ایجاد میشه با چالش های جدی مواجه میشه و همین قسمی مسئله تا سال 1977 ادامه پیدا میکنه، زمانی که جنرال ضیاءالحق حکومت در پاکستان را میگیره و یک حکومت نظامی دیگر شکل میگیره و این مثلا تا سال 1988 ادامه می داشته باشه، یک حکومت نظامی در پاکستان با حمایت ارتش که کودتا در حقیقت صورت گرفته. تا سالهای 1999 دیگر ارتش در حقیقت کودتای نظامی انجام نمیده و قدرت در دست نمی داشته باشه. بوتو زمانی که در حقیقت به قدرت می رسه، بوتو تمام تلاش داری است که باید ساختار نظامه
در حقیقت بیای آری از ارتش و نظامیان در پاکستان کنه که بازم با واکنش ارتش مواجه میشه. بالاخره در تا سال 1999 زمانی که پرویز مشرف حکومت در دست میگیره، در یک مقطعی از زمانی ارتش در حقیقت حکومت در پاکستان نمی داشته باشند و تا 2008 هم دیگر بازم یک برابر کودتایی که توسط پرویز مشرف صورت میگیره قدرت در دست نظامیان میباشه. از 2008 تا کنون دیگر کودتایی به واسطه نظامی ها صورت نگرفته، در حقیقت خود نظامی ها قدرت در پاکستان را به دست بگیرند. یک بخش کوتاهی از آن چیزی که توسط ارتش در پاکستان صورت گرفت و حکومت های نظامی ایران شد و ارتش در حقیقت به گونه مستقیم بر پاکستان حکومت کرد و پرداختم، اما کودتاهای دیگر هم که ارتش در به گونه غیر مستقیم در اونا دخالت داشته و افراد را به قدرت رسانده بیشتر از ما فکر میکنم در پاکستان. اما در خصوص آن چیزی که بر سر عمران خان گذشته، شما خوب پیش از که در این مورد شما صحبت داشته باشین وقفه میگیریم. آقای ابرار دوباره برمیگردیم، وقفه کوتاه. باید ما باز هم خوش آمدید آقای ابرار، ادامه صحبت شما. خوب باید دارین شما، ما فکر میکنم که در فوریه سال گذشته عمران خان از قدرت خلع شد و امروزه با سرنوشت نسبتا مبهم سر دوچار است. ما فکر میکنم اگر مشخصا به سوالی که شما پرسیدین پاسخ بتوم، بعد بیایم بالای مبحث عمران خان، فکر میکنم که یکمی که مبحث روشن‌تر میتونه باشه. دبیر کل حزب انصاف، همین قسم رهبر حزب انصاف که آقای عمران خان است، دبیر کل حزب انصاف و همین قسم مقام ارشد دیگر حزب انصاف و دهها همسو و طرفدار حزب انصاف در پاکستان دستگیر شدند، که البته من میتونم بگم که بیش از 2000 نفر در پاکستان دستگیر شده در حمایت از آن چیزی که اعتراض به خاطر عمران خان بوده. گزارش هایی هم وجود داره که 2 نفر کشته شدند در این اعتراضات و هنوز هم پلیس کوشش میکنه در شهرهای مختلف در حقیقت به دستگیری و سرکوب هواداران آقای خان بپردازه. در کنار از این، جدا از مبحث داخلی پاکستان، آن چیزی که جریان داره، هوادارهای آقای خان در کشورهای بیرونی هم به اعتراضات پرداختن که در حقیقت خودش مهم بودن مسئله و مبحث نشان میده. اما یک سوال اساسی پیش میایه این است که چرا آقای خان با چنین سرنوشت سردوچار شد؟ ما فکر میکنم 2 تا مسئله باید در این زمینه مد نظر گرفته شد، بهتر خواهد بود. یک بحث عوامل داخلی، یک بحث عوامل خارجی. در بحث عوامل داخلی، آقای خان نزدیک به 4 سال حکومت داری کرد و در نزدیک به 4 سالی که حکومت داری کرد پس از خلق قدرتش، در حقیقت متهم به فساد مالی، حمایت از تروریسم و دهها پرونده دیگر مواجه شده و در حال حاضر با توجه به آن چیزی که دادگاه پاکستان مطرح کرده در پیوند به برنامه یا همو مبحث فساد ماهی دانشگاه القادر یا مبحث القادر که یک بحث زمینی میتونه باشه، متهم شده و تاکید بر از این صورت میگیره که باید به این مسئله به صورت جدی توسط دادگاه پاکستان رسیدگی شود. جدا از آن چیزی که در درون پاکستان در زمان آقای خان گذشت، پاکستان کم کم در حقیقت با چالش‌های جدی مواجه شد. یکی از دستاوردهای آن آقای خان در این دوره رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان بود که به عنوان یکی از امتیازات کلان آقای خان را به خود اختصاص می‌داد. در بحث عوامل خارجی اگر ما مشخصا مطرح کنم، آقای خان با توجه به آن چیزی که سیاست وابستگی پاکستان به دنیای غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا و انگلیس‌ها مطرح می‌شد، کماکان کوشش کرد از این وابستگی پاکستان به گونه رهایی بخشه یا از وابستگی کلی به دنیای غرب رهایی بخشه، به دنیای شرق در حقیقت بیشتر متمایل شد، روابطش با چینایی ها و روس ها بیشتر شد و همین دلیل هم بود که زمانی از روسیه برگشت دوباره به پاکستان، بحث خلق قدرت از اون مطرح شد. و جدا از این مسائل، یک مسئله دیگه هم که در درون اتفاق افتاد این بود که حزب مسلم لیگ، حزب مردم و در کنار از این جمعیت علما که رهبری از او را مولای فضل الرحمن به دوش دارد، در برابر آقای خان استادگی کردن در حمایت از ارتش و روابط متشنجی که میان ارتش و آقای خان با
با وجود آمد بالاخره ما فکر میکنیم که سرنوشت آقای خانه به اینجا رساند. درست و مواردی هم که شما گفتین از زمان آقای علی جناح تا حال ما در کتاب خط آتش که آقای پرویز مشرف را نوشته خواندم. من میخوام بدانم که همچون تغییرات یا همچون کودتاها و همچون بازداشت‌ها و شما هم گفتین حکومت پاکستان بیشتر مشهور به حکومت کودتاهاست، آیا به نفع پاکستان است یا به ضرر پاکستان؟ آن چیزی که در پاکستان از ابتدای شکلگیری تا حال جریان داشته در حقیقت با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌هایی بوده که بیشتر توسط اردوش و آیسای و در کنار از این انگلیس‌ها ترسیم شده، در جنگ هایی که پاکستانی ها با هندوستانی ها داشتن در حقیقت ارتش خود را به عنوان حافظ هویت ملی پاکستان مطرح کرد و یکی از استراتژی های کلان هم همین است که حتی در کتاب آخرین نبرد ما فکر میکنم آخرین نبرد آخرین نفس با مزد در این کتاب هم در حقیقت به نقش مستقیم ارتش در چگونگی سیاست ها، اتخاذ سیاست ها و اجرای سیاست ها پرداخته شده. آن چیزی که در پاکستان شکل میگیره و اتفاق میفته، ارتش او را سبک و سنگین میکنه و در حقیقت مشاوران غربی است که به پاکستانی ها میفهمانند که باید شما در سیاست ها منطقی و درونی تان چگونه عمل کنه تا اینکه پایداری تان حفظ شود. اگر شما ارتش و آیسای از پاکستان بگیرین، پاکستان کشوری است که میتونه در افتها و چندین بخش تجزیه و تقسیم شد، ولی ارتش فایس آی به عنوان ستون فقرات و قلب تپندی پاکستان تلاش برین میکنند تا در حقیقت او افرادی که در زدیت با ارتش قرار میگیرند و در کنار از اینکه در زدیت با ارتش قرار میگیرند در سیاست خارجیشان به نفع کشورهای شرقی بیشتر متمایل میشن که غربی ها و خصوص آمریکایی ها و انگلیس ها چندان خوششان از این مسئله نمیه، باید افراد کنار زده شوند. چون ارتش حقیقت حمایت از دو تا کشور قدرتمند جهان به نحوی داره و هر از گاهی که ارتش احساس میکنه دچار مشکل و چالشی است، یا غربی ها و مشخصا آمریکایی ها و انگلیس ها احساس میکنن که ارتش با ایسای با چالش مواجه شن، برن تلاش میکنن تا در حقیقت به حمایت از یا بداد از اینا برسن و پاکستان از این وضعیت نجات بدن. دون شک آن چیزی که اتفاق میفته برای پاکستان نیست، پاکستان را تضعیف میکنه، به لحاظ سیاسی تضعیفش میکنه، به لحاظ اقتصادی تضعیفش میکنه، به لحاظ اجتماعی تضعیفش میکنه و در کنار از این به لحاظ ارضی و مالی هم میتونه تضعیف بسازه. اما چون وضعیت در شورای دوستی فکر میکنم که یک آغاز نقطه آغازین از زمان خان داشته و خان هم داشت تشکر که به قدرت برد من همه ارتش و آیسای کوشش میکنن که آقای خان دوباره به قدرت نرسه. در انتخاباتی که در اکتبر برگزار میشه آقای خان باید در شرایط قرار داده شده که دیگر آن شخصی که پیش از این دوره بود یا در زمان حکومت بود نباشد. من سوال هم آورندی هست که فکر میکنم که ارتش و آیسای تلاش میکنن با حمایت کشورهای غریب خصوصی ایالات متحده و امریکا آقای خان از رسیدن به قدرت باد. سپاسگزار. در نوبت بعدی روی تاثیراتش بر افغانستان هم بحث میکنیم با شما آقای ابرار. تشکر. آقای حکیمی، من آنچه که در مقدمه هم اشاره داشتم، وزیر خارجه آمریکا و همچنان وزیر خارجه بریتانیا گفت که پاکستان از شریکان مشترک المنافع است و از پاکستان و از مردمایش خواست که مشکل را پیچیده تر نسازه. ما میخوایم بدانیم که چرا پاکستان بر امریکا و بریتانیا مهم است؟ ببینین هر کشوری به خصوص کشورهای قدرتمند اگر بخواید سیاستهای خارجی که داره و سیاستهای خارجی خود را در فراتر از مرزهای خود اعمال کنه، نیاز به ابزارهای تطبیق یا اعمال سیاست خارجی داره. آمریکا و بریتانیا از گذشته های دور تا به امروز وقتی در منطقه به نام پاکستان و یا شبه قاره هند سیاست گذاری میکرد و به خصوص در اواخر در سیاست هایی که در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی وقت قرار داشتند، تنها ابزاری که میتونه سیاست های خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی و خصوص انگلیس را در منطقه پیاده کنه پاکستان بود.
شما اگر حتما میدانین و مطالعه کردین، اگر فرایند نبرد مردم افغانستان و حضور ارتش سرخ را در افغانستان به ارزیابی بگیرین، میبینین که تنها کشوری که تانست سیاست های آمریکا و بریتانیا را در منطقه عمل کنه و بتانه جلب ارتش سرخ را در افغانستان بگیره و حتی شکست بده پاکستان بود، به این اساس است. پاکستان کارایی و کارآمدی بسیار قوی برای کشورهای غربی و خصوص آمریکا و بریتانیا داره. دو مرحله، یک مرحله بسیار قوی که شما میدانین که در مقابل ارتش سرخ قرار گرفت، پاکستان تانست از این آزمایش به خوبی سر بلند کنه و تانست که ارتش سرخ را در افغانستان زمین گیر کنه، به حمایت مجاهدین پرداخت. در حقیقت پلان و برنامه ریزی و استراتژی و حمایت اصلی را پاکستان کرد و فقط به عنوان نیروی انسانی مردم افغانستان در مقابل از اینا قرار گرفت. یک مسئله. مسئله دیگه است که امروز چنانچه که شما میدانین با در نظر داشت سابقه تاریخی و روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی پاکستان با کشورهای غربی، امروز افغانستان و کشورهای منطقه تقریبا از حضور سیاسی اقتصادی و استخباراتی کشورهای غربی تخلیه شده. هیچ پایگاه نظامی که بتانه بر وضعیت در منطقه کنترل داشته باشه وجود نداره و هیچ کشوری وجود نداره که بتانه سیاست های آمریکا و حتی مسائل استخباراتی و اقتصادی آمریکا رو در منطقه عملی بسازه وجود نداره. تنها پاکستان است که میتونه در این راستا به خاطر منافعی که دراز مدت با آمریکا و بریتانیا داره میتونه در کنار آمریکایی ها قرار بگیره و میتونه سیاست های آمریکا را در منطقه عملی کنه. به این اساس است که امروز پاکستان به عنوان یک کشور بسیار مهم برای کشورهای غربی با خصوص آمریکا و بریتانیا عرض اندام میکنه. و از طرف دیگه شما داشته باشین که استخبارات پاکستان و به خصوص ISI و حتی ارتش پاکستان که حرف اول را در سیاست و حکومت در پاکستان میزنه و حتی به عنوان یک قدرت برتر بر منطقه ارز اندام کرده، اینا بیشتر وابستگی به دنیای غرب داره تا اینکه به دنیای شرق داشته باشه. و از طرف دیگه آمریکایی‌ها نمیخواید در پاکستان گروه و جناح و یا سیاست های شکل بگیره که او سیاست ها بیشتر شرق گرایانه باشه و در کنار رقیبای آمریکا قرار بگیره، مانند چین و مانند روسیه. تشکر. باقی که میخشم وقفه. بازم خوش آمدید. ابرار صاحب، هر آنچه که امروز در پاکستان اتفاق میفته مسئولش کی است؟ آیا شهباز شریف و یا ثناءالله که فعلا فکر میکنم حزب اعضای حزب مردم ائتلاف و حاکم همین حزب است؟ آنچه که در پاکستان اتفاق میفته در حقیقت در نتیجه سیاست هایی است که مقام های ارشد پاکستانی و خصوصا های بیشتر در مباحث سیاسی دخالت دارن بگردن از اونا است و یا هم اونا میتونن متهم درجه که وضعیت فعلی در پاکستان باشن. و اگر بخوایم مشخص تر مطرح بسازم اینه که رقابت بر سر قدرت در پاکستان وضعیت را تا اینجا کشانده. آقای خان به عنوان کسی است که سه تا حزب در برابر خود فعلا داره که هیچ کدام از این احزاب طرفدار آقای خان نیستن و در کنار از اینکه طرفدار آقای خان نیستن، ارتش و ISI هم برابر آقای خان قرار دارند. یعنی یک پنجزوری در برابر آقای خان شکل گرفته. حزب مردم از حزب مسلم لیگ است و همین قسم جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن است و در کنار از این ارتش و همین قسم ISI. این پنجزوری در حقیقت در برابر آقای خان قرار دارند. نشاندهنده این مطلع است که به هیچ وجه حاضر نیستند آقای خان به قدرت باز بگرده، چون می فهمند در صورت که آقای خان در انتخابات اکتبر به پیروزی برسه و باز هم در رأس مقام نخست وزیری قرار بگیره، اون می تواند یک طرف ارتش را تضعیف کنه، شبیه دوره چهار ساله‌اش، و از طرف دیگر می تواند که در حقیقت به حمایت
قدرت های منطقه ای را یا قدرت های بزرگی در منطقه است او را با خود داشته باشه. بنابراین من فکر می کنم زدبند های سیاسی و همین قسم رقابت بر سر قدرت پاکستان را به این جای کار رسانده. آن چیزی که در پاکستان همواره مورد توجه بوده ای است که باید قدرت به جناح متعلق شده یا تعلق بگیره که او در حقیقت در همخوانی با استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و دوام مدت داخلی ارتش است و یا همه قسم استراتژی های میان مدت، کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت از سیاست خارجی ارتش باید قرار میگیرد. اگر هر شخص و هر فردی که در تقابل با این سیاست ها در درون قرار بگیره و در تقابل با سیاست های یا استراتژی های قدرت های بزرگ چون انگلیس و آمریکا قرار بگیره در پاکستان، من فکر میکنم که بهانه های مختلفی به خاطر کنار زدن از او از قدرت شکل میگیره. از همین 1958 که من مبحث مطرح کردم، یعنی بعد از آقای جناح تا امروز، هر کسی که از قدرت خلع شده در حقیقت کسایی بودند که یا در مقابل ارتش آیسای قرار گرفتند یا هم در ضدیت با سیاست های غربی ها قرار گرفتند. این مسئله خیلی عایز اهمیت است. اگر شما این دو تا مبحث مد نظر نداشته باشید، بنابراین سرنوشتتان با نخست وزیرای پاکستان در این کشور مواجه خواهد شد. دو تا مسئله دیگر هم بخواهیم اینجا اضافه کنم بهتر خواهد بود. افرادی که به مقام نخست وزیری در پاکستان میرسند در حقیقت اینها سکولارهایی هستند که در جامعه غربی تحصیل کردند و در حقیقت حمایت از این کشورها را داشتند. در مجموع تقریبا میشه بگوییم که تمام کسایی که در رأس مقام رهبری پاکستان قرار گرفتند، اینها به جز یک مورد یا دو مورد دیگه همه سکولار بودند و در کنار از اینکه سکولار بودند حمایت ارتش آیسای داشتند. این دو تا مسئله من فکر میکنم عایز اهمیت است. اگر این دو تا مسئله پاکستان ما در نظر نداشته باشیم، بنابراین از سیاست پاکستان من فکر میکنم چیز زیاد حاصل ما نمیشه. بنابراین ما بارم به این است که زدبند های سیاسی و رقابت بر سر قدرت از مسائل عمده ای است که پاکستان همواره با بحران سیاسی اقتصادی یا هم اجتماعی مواجه میسازد. درست میایم روی تاثیرات این بحران سیاسی در پاکستان که چی میتونه برای کشورهای همسایه به ویژه افغانستان داشته باشه. زمانی که سیاست ها تغییر میکند، من برنامه ها تغییر میکنند و آقای خان با یک سیاست بسیار مشخص در قبال کابل به عنوان صدر اعظم در پاکستان راه یافت و آقای شهباز شریف همچنان، ما میخوایم تفاوت های سیاست همین دو شخص را بدانم در قبال افغانستان، در کنار از او تأثیرات همین بحران سیاسی برای همسایه ها چیست به ویژه افغانستان. ببینید کشورهایی که مثل پاکستان هستند یا اگر بحث از کشورهای دموکراتیک مطرح بسازیم، افراد و ساختارها در حقیقت در تعامل با همدیگر قرار میگیرند، تصمیم ها اتخاذ میشه. در کشورهای غیر دموکراتیک هم در بسیاری از کشورها این مسئله عایز اهمیت نیست. پاکستان هم که به عنوان یک جمهوری میانه این دو تا قرار بده، من فکر میکنم که ساختار و افراد در حقیقت باید در تعامل با هم دیگر قرار داشته باشند. این ساختار و افراد، افرادی که به مقام نخست وزیری میرسند باید با ساختارهای مشخصی که از جمله ارتش آیسای مطرح کردن باید در تعامل قرار داشته باشند و بعد به اتخاذ سیاست هایشان بپردازند. اگر یک جانبه عمل میکنند به عنوان نقش های شبه دیکتاتور عمل میکنند یا به عنوان نقش های شبه مستقل بخواهند عمل کنند، در حقیقت باز صد راهشان چیزهایی قرار میگیره و سبب میشه این مسئله تا او سیاست هایی را که اتخاذ کردن جنبی عملی خود نگیره. در پاکستان دوره آقای عمران خان که در حقیقت اواخرش مصادف بود و برگشت طالبان بر افغانستان، ما فکر میکنم که سیاست ها در حمایت از طالبان قرار داشت و آقای خان خیلی به صراحت چی در کشورهای غربی که وضو پیدا کرد و چی هم در کشورهای شرقی با صراحت لهجه به طالبان لابی کرد و تلاش بر این که طالبان به عنوان یک دولت در افغانستان به رسمیت شناخته شوند. یعنی اگر ساده‌تر بخوایم این مسئله را مطرح بسازیم که بارها میره مطرح ساختیم، آقای خان به عنوان سخنگوی طالبان در مجامع بین المللی اشتراک کرد و تلاش بر این کرد تا طالبان شناخته شوند و از طالبان چهره متفاوت‌تر خواست نشان بدهند. که این سیاست از یک طرف خوش غربی ها نیامد و از طرف دیگر میتونست که برنامه‌های
ISI و ارتش در خصوص طالبا دچار چالش بسازه، بنابراین یک بخش قضیه این بود. یک بخش قضیه هم که ما بیشتر تذکر دادم رفتن آقای خان به کشورهای شرقی از اون روسیه و بازگشت برای خلقات داشت. وقت نگاه آقای شهباز شریف به قدرت رسید، من فکر میکنم که سیاست در خصوص طالبا تغییر کرد در پاکستان. آقای شهباز شریف نگاهش آنچنانی که آقای خان نسبت به مسئله افغانستان داشت نخواست تبارز بده، هرچند آقای شهباز شریف، آقای زرداری به عنوان وزیر خارجه پاکستان اینا هم وارد تلاش کردن تا به طالبان لابی کنند، ولی این لابیگری در حقیقت شبیه آقای خان نبوده. این لابیگری در حقیقت همراه هست با یک سلسله از امتیازات ارتش و ISI به دنبال از او هستند در افغانستان. از بحث تحریک طالبان پاکستان باید طالبان افغان تشکر. در این زمینه با خصوص ارتش و ISI کمک کنند تا مسئله طالبان پاکستان در این کشور به یک چالش جدی مواجه نشد. بنابراین این شرایطی که پیش آمد، جدا از این که پاکستان وارد یک مرحله از بحران سیاسی و اجتماعی میشود، اقتصادش ضربه میزنه، برای حال زماری پاکستان ضربه میزنه، میتونه زمینه تحرک بیشتر گروه های دیگه شبیه تحریک طالبان پاکستان در کشور ایجاد کنند. تحریک جهاد پاکستان که من فکر میکنم یکی دو ماه گذشته یا بیشتر اعلام موجودیت کرد، میتونه اینها را در حقیقت وارد یک مرحله تازه به خاطر رسیدن به اهداف شان بسازه. گروه های دیگری که زیر مجموعه تحریک طالبان پاکستان است میتونه در حقیقت به تحرکات جداگانه در برابر ارتش نظام در پاکستان تحریک بسازد. من طور اینها مواردی است که میتونه این مثلا باز بند روی افغانستان در حقیقت بگذاره. برمیگردم به شما آقای ابرار، تشکر. آقای حکیمی، اگر یک گریزی به گذشته داشته باشیم، برگردیم به 20 سال که گذشت، از جنگ افغانستان همسایه ها سود بردن، به ویژه پاکستان. حالا ما میخوایم بدانیم که معادله تغییر کرده و حالا دیده میشه که آتشی که در افغانستان همسایه ها روشن کرده بود دامن خودشان را گرفته. بحث قدرت مطرح است، بحث قومی در پاکستان مطرح است، بحث پنجاب و پشتون مطرح است. من میخوام بدانم که حالا این تغییرات و این بحران های سیاسی در پاکستان آیا به سود افغانستان است؟ ببینین، چند چیز را قبل از اینکه ما به سوال شما پردازم میخوایم چند چیز بیشتر به او پرداخته شود. یکی که در پاکستان ساختارها به حد قوی است که ما نمیتوانه انتظار بره که چنین بحرانهای باعث سقوط نظام سیاسی در پاکستان میشه. چنین چیزی انتظار نمیره و توقع نمیره. ساختار به خصوص ارتش و اردوی پاکستان ساختارمند شده و به صورت بسیار قوی بر اوضاع مسلطه. گرچه نابهنجاری های سیاسی و بعضی مشکلات هایی که امروز وجود داره به وجود میه، و ما فکر میکنیم اینا به صورت موقت خواهد بود. یک مسئله دیگه که میخواییم به او اشاره کنیم اینه که سیاست پاکستان در قبال امارت اسلامی و طالبان و در قبال افغانستان هیچ تغییری نکرده. ما دو چیز رو باید از هم تفاوت بکنیم. یکی سیاست پاکستان در قبال امارت اسلامی و طالبان هست و یک سیاست پاکستان در قبال کشورهای منطقه‌ای و شکلگیری کشمکش‌های جدیدی که طالبان در کجای کار قرار داره. آنچه که آقای عمران خان را در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار داد مسئله دومی بود. یعنی شاید این مسئله خیلی مورد بحث نبود که روابط پاکستان با امارت اسلامی چگونه است، بلکه بحث بیشتر و نگرانی بیشتر ایالات متحده آمریکا این بود که آقای خان بیشتر تلاش دارد تا در قطب بندی جدیدی که در منطقه شکل میگیره امارت اسلامی و طالبان در کنار دوستان شرقی قرار بگیره و یک قطب بندی جدید در منطقه ایجاد شود و در این کشمکش ها جایگاه امارت اسلامی را در کنار روسیه و چین قرار بده. ای باعث نگرانی پاکستان ایالات متحده آمریکا شد تا دخالت کرد در منطقه در مسئله پاکستان. اما اونچه که شما گفتین، در پاکستان شکی وجود نداره که پاکستان از ابتدای تأسیسش تا امروز یک نوع نگاه قومی به سیاست و قدرت وجود داشته. با عبارت دیگه، پیش از کمی نورد را اشاره بکنین آقای حکیمی، دوستا اشاره میکنن که زمان وقفه رسیده. وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. میان برنامه کوتاه.
بایدام عباس هم خوش اومده. تکیم سیب ادامه حرف در قطبندی های در مسئله سیاست و قدرت در پاکستان شک وجود نداره که یک شمه ها و یک نگاه های نسبت به سیاست های قومی و مسئله بین پنجابی ها و پشتون ها وجود داشته. این مسئله امروز و تازه نیست، بلکه از گذشته های دور ادامه داشته. شما اگر مثلا گذشته را مسئله خان عبدالغفار خان و بعد از او مسائل خودمختاری برخی از مناطق پاکستان رو ما بررسی میکنیم، دقیقا ریشه در این مسئله داشتن که سیاست و قدرت در پاکستان تا حدی میرفت به طرف از اینکه مسائل بیای قومی شود. و این یکی از عوامل بحران در پاکستان به شمار میره. تمام عوامل آنچه که امروز ما شاهد هستیم این مسئله نیست، یکی از عوامل است. اما یکی چی اندازه میتونه روی افغانستان تاثیرگذار باشه؟ ما یک نسخه کامل برای تاثیرگذاری کشورها بر کشورهای همسایه نداریم، بلکه گرچه که مطالعات نشان داده که نابسامانی ها و نابهنجاری های کشورهای همسایه در قبال همسایه های دیگر تاثیرگذاره، هر قدر که کشورها با همسایه های نابهنجار و بی ثباتی سیاسی و کشورهایی که مشکلات اقتصادی داره همسایه و هم مرز باشد، در نهایت این مشکلات تاثیرگذاره. اما از جانب دیگه یک فرق باید گذاشت و اوی است که اگر یک کشور مانند افغانستان در کنار یک کشور همسایه هست که او کشور بیشتر دیدگاه سلطه‌گرایانه و دخالت جویانه نسبت به کشورهای همسایه داره، مواجه شدن با همچو بحران‌های سیاسی باعث میشه که این کشورها از مسائل سلطه‌جویی و دخالت یک کمی دست بکشه. ما فکر میکنم که در کل میتونیم بگوییم که شک وجود نداره که بحران اقتصادی در پاکستان باعث بحران در افغانستان خواهد شد، چون امروز نه تنها در پاکستان که به عنوان یک کشور همسایه است، بلکه هر بحران اقتصادی در گوشه و کنار جهان باعث بحران اقتصادی در بقیه کشورها هم چنان که جنگ اوکراین امروز بر نه تنها بر افغانستان بلکه بر تمام جهان و حتی اروپا تاثیر گذار بوده. مشکل در پاکستان، مشکل در افغانستان است. اما ای که این مشکلات من فکر میکنم پاکستان با حد دچار بحران اقتصادی و سیاسی و بی‌ثباتی نخواهد شد که ما بیاییم نگران ای باشیم که این بی‌ثباتی سرایت کنه به افغانستان و افغانستان یک بار دیگر دچار تحول و بی‌ثباتی شود، بلکه میخواییم بگوییم که پاکستان و نهادی که بر پاکستان همون قسمی که آقای ابرار اشاره کرد که ستون فقرات ثبات و سیاست در پاکستان و تصمیم گیری ارتش و نهادی به نام استخبارات است. این نهاد به صورت دو خوبی داره، یکی که به صورت کامل نظارت بر وضعیت داره، دومی است که در صورتی که متوجه شود که پاکستان به بحران بسیار سخت دچار خواهد شد در مسئله دخالت خواهد کرد. ما شما یاد داشته باشین مسئله ای که نواز شریف وارد سیاست شد، و در شرایط کنونی اگر بیایم پیامد این را بررسی کنیم باز از دو حالت خارج نخواهد بود. یک مسئله انتخابات است که دوباره انتخابات برگزار شود، و انتخابات هم با دو مشکل مواجه است در پاکستان. یکی از مشکلات انتخابات در پاکستان است که پاکستان دچار مشکلات اقتصادی است و در شرایط کنونی توان برگزاری انتخابات نداره. مشکل دومی انتخابات است که اگر انتخابات برگزار شود، چی آقای خان برنده شوه و بازنده شوه، نتیجهش بر آقای خان قابل قبول نخواهد بود. چنانچه که اگر آقای خان برنده شوه، حتی برای ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان اعلان همچین نتایج و در تقابل قرار گرفتن با یک فردی که کاملا در تقابل با مسئله سیاسی با ارتش قرار گرفته بسیار سخت خواهد بود. از طرف دیگه دخالت ارتش یکی از راه‌های است که میتونه این بحران را مهار کنه. ما فکر میکنیم که در پاکستان کار به جایی نخواهد کشید که دخالت نیاز به دخالت ارتش و وارد شدن ارتش در قدرت باید شود. گرچه که فکر میکنم همین وضعیت چیزی که نهادی که امروز آقای عمران خان را به عنوان یک نهاد رسیدگی به فساد اداری بازداشت کرده، این نهاد
صلاحیت داره که تا 90 روز آقای خان را در با خود داشته باشه به این اساس است. بعد از 90 روز من فکر میکنم کسی که در محکمه حمایت از آقای خان میکنه اینا به توسط کسی دیگه جایگزین خواهد شد وقتی او به سر خواهد رسید. او زمان است که سیاست در پاکستان و وضعیت در پاکستان یک طرفه به نفع ارتش خواهد بود و ارتش است که باز دوباره تصمیم میگیره که چگونه بتونه با وضعیت کنار بیاید. درست. ولی اگر بحث قومی را دوباره ببریم زیر ضربین آقای حکیمی، بحث قومی برای هر کشوری که اگر دارای قدرت هم بوده، نیروی منظم هم بوده، به نفع نبوده. آقای پرویز مشرف در کتاب خاطراتش که به عنوان خط آتش به چاپ رسیده، اونجا بحث پشتونها را بسیار واضح میگه که پشتونها فکر میکنن که بخش تافته جدا بافته است نسبت از حکومت پاکستان و ناراض هست. اونجا به صراحت بیان میکنه و تا در یک قسمتش هم میگه که برای که جلب اعتماد بکنه به دعوت پشتونها میره و در مهمانی تک تنها میره بدون از اینکه بادگار داشته باشه، در کتابش نوشته. آیا فکر نمیکنید که اگر همین بحث قومی که حالا بیشتر داغ هم شده با پاکستان، کمر پاکستان رو بشکنه؟ ببینید، در اصل چیزی که شما اشاره کردین دقیق است، یعنی مسائل قومی یا بحث قومی یا دخالت روی کرده قومی نسبت به سیاست خطرناک است برای تمام کشورها. اما در نظر داشته باشیم بیشتر خطراتی که حس میشه در کشورهایی است که ساختارهای سیاسی و نظامی بیشتر این ساختارها نهادینه نشده باشه در کشورها، یعنی به این معنا که اینا با اندک تکان و اندک بحرانی نتونه دوباره به حالت اولی خود برگرده. اما در پاکستان درست است میتونه نهاد سیاسی اقتصادی پاکستان و نظامی پاکستان را به چالش بکشه، میتونه برای کوتاه مدت مشکلات برای پاکستان و دولت و نظام سیاسی ایجاد کنه، اما در دراز مدت که ما بیایم به این باور باشیم که پاکستان دچار بحران سیاسی خواهد شد، نظام سیاسی فرو خواهد پاشید، من خیلی باورمند نیستم. مگر اینکه ارتش به منظور کنترل وضعیت از زور، چنانچه که شما میفهمید در مطالعات صلح و حل منازعات یکی از راه‌های حل مشکلات و منازعات در جامعه زور است، مگر اینکه ارتش در شرایط کنونی بیای از قدرت و از زور خود استفاده کنه بدون در نظر داشت چالش ها و مشکلات ها که این مسئله باعث میشه که دوباره یک مجموعه ای که در پاکستان وجود داره بیشتر عقده‌مندانه در مراحل بعدی عمل کنه نه در مرحله فعلی و در آینده های دور میتونه این یک چالش کلانی برای پاکستان هم باشه. تشکر آقای حکیمی. ابرار صاحب، رای حل چه است تا افغانستان از چنین مخمسه ها در امان بمانه و از چنین بحران های سیاسی که در همسایگی رخ میده اتفاق میده و نوع نگاه ها و سیاست های حکومت حاکم در افغانستان چگونه باید باشه در قسمت برخورد با همین مسئله؟ بیشتر که به این پرسش تا پاسخ بدم، ما در دور اولی که اعتراضات خاطر حمایت از آقای خان صورت مستقیم و یکی از رسانه های رنگی به چهار نکته مطرح ساختم که میتونست سرنوشت آقای خان با وابسته باشه. یک بحث زندانی شدن آقای خان بود که ما باهم که احتمالا ممکن است که آقای خان با توجه به اینکه به فسادی متهم میشه احتمالا که به زندانی میشه، به عنوان یک زندانی سیاسی در پاکستان به سر خواهد برد. بحث دو احتمال ترور آقای خان است که میتونه آقای خان ترور شود که اتفاقا چند روز بعد از اون مصاحبه تلاش و ترور آقای خان صورت گرفت که آقای خان مرمی و پایش ثابت کرد و زخمی شد. بحث چهارم، بحث سومم تبعید آقای خان بود. آقای خان احتمالا از پاکستان تبعید میشه شبیه آقای نواز شریف که در لندن به سر میبره. و بحث چهارم همی بود که آقای خان احتمالا قدرتش به نحو چنان از بین میره در پاکستان که به عنوان یک فرد در انزوا احتمالا یک گوشه خواهد نشست و دیگر صلاحیت یا قدرت آنچنانی نخواهد داشت که در معادلات سیاسی در پاکستان بتواند نقش آفری کنه و نقش داشته باشه. در پایان با چیزی که شما مطرح کردید، سوالتان پرسیدید، ما میخوایم اینجا یک مطرح بسازم، میخواستم در بخش قبلی مطرح بسازم که اما وقت نمید.
من فکر میکنم در شرایط کنونی به صورت بیشتر در پاکستان اگر کوتاه جواب بدین ابرار صاحب چون فرصت هم اندک است بی‌ثباتی بیشتر در پاکستان در شرایط کنونی به نفع افغانستان نیست. یکی از دلایلی که من جمع مطرح می‌سازم که سبب جابجایی گروه‌های تروریستی در دو طرف ختم در دو طرف مرز شود و این می‌تواند افغانستان شدیداً صدمه وارد کند و گروه‌های بیشتر به افغانستان سرازیر بسازد و یا هم حمایت گروه‌های در پاکستان از درون افغانستان داشته باشند. در شرایط کنونی طالبان باید متفقان در پاکستان مقدار سیاست هایشان عقلانی تر منطقی تر در خصوص بحران پاکستان داشته باشد. ما فکر میکنم که کارا انجام بدن چون بار بیست که طالبان در افغانستان تلاش میکنند تا در یک تعامل مثبت‌تر با آقای نواز شریف و همین قسم آقای بوتو قرار داشته باشند چون سیاست های منطقی پاکستان در شرایط کنونی تلاش بری است که باید نوعی تعامل مثبت میان طالبان در افغانستان و همین قسم حکومت در پاکستان وجود داشته باشه. بنابراین آن چیزی که در افغانستان باید مورد توجه قرار بگیره ای است که باید در خصوص نوعی بی‌طرفی اتخاذ و به حمایت از هیچ جنایی پرداخته نشه و در کنار دیگر به حمایت از جنایی پرداخته نشه تلاش را به این صورت نگیره تا از گروه به عنوان گروه های تروریستی از حمایت صورت نگیرد. تشکر. تشکر از آقای فرهاد ابرار و آقای عبدالواحد حکیمی. سپاسگزار که وقت گذاشتید و ممنون که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همه جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.